پولینا بویچاک فعال رسانه‌ای از کیاف. خانم بویچاک، شما در کیف هستین، لطفاً برای ما توضیح بدید شرایط در این شهر چگونه است؟ من الان در منطقه کیف هستم، در منطقه که امن هست، و خب من از کیف وقتی که حمله صورت گرفت رفتم به ارپین که بخش دیگری از منطقه کیف هست، و اونجا رو در اونجا دوی زیر زمین بودم یک هفته که امن بمونم از حمله اونها، و اونجا بمباران صورت گرفت. همیشه بمباران اتفاق میفته و صورت میگرفت، و بعد من تصمیم گرفتم که به خاطر خطری که اونجا وجود داره، چون روسی ها دارن شلیک میکنن به زنان و کودکان و خانواده ها، ما شانس آوردیم و تصمیم گرفتیم که برگردیم و از اونجا رو ترک بکنیم، و خب روس ها اونجا دائما شلیک میکردن و تصمیم گرفتیم که اونجا رو ترک بکنیم. ممنون میشم از زندگی خودتون قبل و بعد از جنگ برای ما توضیح بدید. دیدن اینکه خانه های همسایه شما بمباران بشه یا کشته شدن بچه ها و شهروندان آسون نیست. ممنون میشم کمی برای ما بیشتر این مسئله رو توضیح بدید. این اتفاقی است که داره میفته و واقعا وحشتناک است اتفاقی که اینجا داره میفته. همسایه ما خونش بمباران شد و مدارس رو بمباران میکنن. همون مدرسه‌ای که من داشتم درس میخونم اونجا رو بمباران کردن. مهد کودکی که برادر من به اونجا میرفت و بمباران کردن. دیروز محل کسب و تجارت خانواده منو که 20 سال ما برای ساخت زحمت کشیم رو بمباران کردن، و واقعیت اینه که هزاران نفر و خیلی از کودکان و زنان جون خودشون از دست دادن به خاطر این جنگ که پوتین راه انداخته، به خاطر اینکه اونا تصمیم گرفتن که این کار انجام بدن. فکر میکنن که هر کاری بخوان میتونن انجام بدن. اقوام من خانه هاشون همه ویران شده به خاطر اینکه حمله کردن و دزدی میکنن از خانه ها، به خاطر اینکه سربازان روسی گرسنه هستن. وضعیت فحشتناکیه. و زندگی من قبل از این خیلی زندگی خوبی داشتم. هنوز هم دارم کار میکنم. من در زمین ارتباطات کار میکنم. پروژه های بسیاری رو داشتیم. با 10 تا شرکت کار میکردم و پروژه های بسیاری برای زنان داشتم، و پروژه هایی داشتم که دولتی بود بعضی هاش. همینطور ما یک برنامه آموزش زبان انگلیسی رو 2 سال پیش راه انداختیم که کار میکرد با سفیرها و تمام متخصصانی که در اوکراین بودن، و الان همه به واسطه این اتفاقی که افتاده و این تجاوز صورت گرفته، الان دیگه اونا همه تمام شده. قبلش ما خیلی سفر میرفتیم، خیلی با دوستای خودمون وقت میگذرونیم، و به مونتنگرو رفته بودم با دوستای خودم برای یه مراسم عروسی، ولی حالا همه چی عوض شده. تنها چیزی که من دارم بهش فکر میکنم این هست که ما پیروز بشیم تو این جنگ، و اینکه چیکار میتونم بکنم که کمک بکنم به کشور خودم و کمک بکنم که اوکراین پیروز بشه. و خب به خاطر اینکه یک مرد دیوانه در روسیه داره این کارو انجام میده. ممنونم از توضیحات شما، پولینا بویچاک، فعال رسانه‌ای از کیف.